بینندگان عزیز، با سلام به شما و این امید که آماده آخر هفته باشید. تمام هفته رو کار کردید، حالا امروز حقوقتون رو دریافت میکنید، به بتالت خرج نکنید. گفت آدم که قحط نیست. دارم ضرب المثل ها رو میخونم. از شما سوال کردم فرق مثل با ضرب المثل چی هست؟ تا امروز کسی پاسخ نداد. آدم گرسنه دین و ایمان ندارد. آدمی را عقل می باید نه زور. بعد از اون بعد به اون میگفتن برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی. بعضی وقتا این ضرب المثل ها ضد و نقیض هستن و آدم گرسنه سنگ را هم می خورد. این ضرب المثل ها رو من از این کتاب 1001 مثل فارسی انگلیسی که خانم سیمین حبیبی رد کردن سالها پیش اینها رو پیدا کردن و نوشتن استفاده میکنم. امیدوارم که شما هم خوشتون بیاد. اگر هم میخواین تماس بگیرید، خانم سیمین حبیبی رو پیدا کنید روی اینترنت و ازشون بخرید، ابتیا فرمایید. و اما امروز جمعه 27 ژانویه 2017 برابر است با 8 بهمن ماه 1395. قبل از من برنامه زنده کانون آوا بود، امروز با آقای محمد رزاقی بودیم از پاریس. در ادامه صحبت‌های ایشون ویدیویی رو که کانون آوا فرستاده بود به نام 7 گناه نابخشودنی رجوی رو یا سازمان مجاهدین رو براتون پخش کردیم، ولی چون این دوتا طولشون بیشتر از 2 ساعت میشد مجبور شدیم آخر اون ویدیو رو قطع کنیم. ازتون پوزش میخوام، روی فیسبوک هستن و در آینده هم از فردا که اینها باز پخش میشه تا هفته آینده جمعه هر روز از تلویزیون مردم میتونید ببینید. میگم دیگه این روزا این ویدیو آن دیمند کار همه رو راحت کرده. و اما اجازه بدید که ضمن این که به شما هم نشون میدم، اگر شما هم این لطف رو بکنید ممنون میشم. شاید دوستانتونم یا خوششون بیاد یا به دلیل این که برنامه های من رو میبینید دیگه شما رو ترک کنن و برن دنبال کار و زندگی خودشون. بفرمایید، میریم کمرای 3 یا دوربین شماره 3 به شما نشون میدیم. وقتی که آمدید روی صفحه سوربی با پارسا سوربی که صفحه شخصی من هست، این ویدیو رو که میبینید من الان شیر میکنم با روی وبسایت، روی صفحه تلویزیون مردم تیوی. ببخشید باید اینجا میگفتم که شیر کنم با اونی که منیجش میکنم. خیلی هم ما منیجر خوبی هستیم. خیلی هم چند تا چیز گذاشته، یه بار نشته شعر، خب تو همین دیگه بنویس یا با فرند یا با دیگران. به خدا من نمیدونم این بچه های جوون مثل که مغزشون پوک شده. شعر on a page you message you manage، بقیلش هم یه پرچم زده، حالا نمیدونم پرچم صلح یا چی. ما اینجا بنویسیم که سوربی با مردم، تاریخش هم اجازه بدید بنویسم 27 ژانویه 2017. از کجا هستیم؟ از USA که الان یک هفته است این آقای ترامپ آمده اینجا همه رو بیچاره کرده. دیروز این نماینده شهر ما آقای گری کانولی هم چیزی، خودش هم آدم درستی نیست، این نوشته بود که من باور نمی کنم که این فقط 6 روز اینجا بوده و اینقدر کار خراب انجام داده. رابطه‌مون رو با مکزیک ریخته به هم. تمام بیچاره‌هایی که اتفاقا یکی از دوستانم نوشته بود به زودی میاد میره تگزاس و همه کارش رو درست کرده، همه کارش تموم شده. اینا رو هم پناهندهایی که 1 سال 2 سال 3 سال منتظر بودن قانونمند وایستادن که بیان به این کشور. این کشور بابا کشور مهاجرا هست. این مردک یک حکمی صادر کرد، حکمی که وقت ما میگیم بابا آخوندا زور میگن، میگیم دیکتاتورا زور میگن. یه حکمایی هست بهش میگن executive order،
آقای اوباما هم این کار کرد، آقای جورج بوش هم این کار کرد، مثل که جورج بوش بیشتر از همه هم اگزیکیتیو اوردر صادر کرد. در هر صورت همه چیز رو گذاشته رو هولد، استخدام و اینا رو گذاشته رو هولد، نمیدونم هی هنوز داره مثل موقعی که تبلیغات انتخابات میکنن هی به دروغ به مردم میگه دیوار میسازن، میگنش احمق الان وضعیت اقتصادی مکزیک بهتر از آمریکا شده، مکزیکی‌ها وقتی میرن دیگه بر نمیگردن، تعداد مکزیکی که میاد اینجا کمتر از مکزیکی هست که میره اونجا، دیوار برای چی بذاری؟ ولی بعضی ها گول این تبلیغات اینو میخورن. اتفاقا بابک عربی که از این دوستان خوبی هست، آدم باسواد باهوشی، من نمیدونم چرا اینا گولی شارلاتان رو میخورن. آقا عصبانی هستی از هیلری کلینتون؟ باش، منم عصبانی هستم، منم رأی ندادم، منم گفتم من اینو میشناسم، از نزدیک رفتم باهاش کار کردم، میدونم چه به قول آمریکایی‌ها چه بچی هست، چه پدرسوخته‌ای هست. ولی قرار نیست شما اگر از یک کسی عصبانی هستی بزنید زندگی خودتو داغون کنی. بمانه یه دوستی به نام امید، عزیز دلم اینجوری نمیشه که شما هی پیام بدی. ممنونم از اون دوست مشترکی که شما رو گفته برو به تلویزیون مردم. آقا من نمیدونم این تلویزیون مردم دادگاه هست، آموزشگاه هست. یکی تماس میگیره میگه من میخوام برم کالیفرنیا رانندگی کنم، چیکار کنم؟ میگم اول برو کالیفرنیا بعدم رانندگی کن. من چه میدونم چیکار کنم. این یکی دوستمون نوشته که این خیلی جالبه دوستان، والا ما پناهنده که بودیم از ترسمون میرفتیم انگورچینی میکردیم که یه پولی دستمون بیاد، با ترس و با لرز برمیگشتیم میمدیم خونه. چقدرم خوشحال بودیم. اون موقع پول اونجا مارک بود، یورو نبود، و میگفتیم که مثلا امروز 10 ساعت کار کردیم تو این سرما توی مزرعه 15 مارک گیرمون آمده. حالا این دوستمون نگاه کن نوشته که یک پناهنده هستم. جناب پارسا گرامی، شما پناهجو هستی دوست عزیز. اگه پناهنده هستی دیگه اجازه کار داری، میری دنبال کار زندگیت. هنوز دوستان ما تفاوت پناهجو با پناهنده رو نمیدونه. خب این چه ملتی هست؟ تفاوت خدمت با وظیفه رو نمیدونه، تفاوت واقعیت با حقیقت رو نمیدونه، تفاوت تلفن زدن و پیام گذاشتن رو نمیدونه. چه کار کنم من؟ بیچاره شدم، تمام این موام از دست شما سفید شد. بله، یک پناهنده هستم. گفتند، اسم یکی از دوستانمون نوشته، گفتند شما رو جریان بذارم، شخصی از انگلیس برای من پول فرستاد تا طلا براش بگیرم، اصرار به کار قاچاق. متاسفانه من نتونستم سریع شما رو پیدا کنم و اطلاع بدم. دیروز برنامه داشتید، گفتم تا با اعلام این شخص تا کسی مورد اگر امکان داشت ممنون میشم اطلاع رسانی کنی. این شخص به نام عزیز من، والا بلا تو دادگاهم وقتی یه کسی رو میبرن که دیدن آدمه رو کشته، میگیرن میبرنش، میگن مظنون متهم، دادگاه انجام میشه، بعد مجرم شناخته میشه، بعد محکوم میشه. من نمیتونم اینجا بشینم اسم یه نفر رو بنویسم که با شما خواسته قاچاق کنه. آقا خودش شما، این خانم جادجودی حرف درستی میزنه، میگه شما وقتی میای تو دادگاه باید دست تمیز باشه، نمیتونی دستت خونی باشه بعد بگی این آقا کشته، و قاضی هم بگه به به چه آدم خوبی هستی، برو حالا دستتو بشور، اوکی این آقا رو بندازی زندان. باید خودت تمیز باشی تا بتونی شاهد ماجرایی باشی، یه نفر دیگر رو که متهم یا مظنون هست مجرم و محکوم کنن. چی کار کنیم خدایا؟ این جامعه به کجا داره میره؟ کی درست میشیم؟ نمیدونم. در هر صورت من اینجا دادگاه نیستم، من اینجا قوه قضاییه نیستم. یه کمی با ما مهربون تر باشید. و دوستان فکر نکنید من اینجا چی میگن والا دائره المعارف هم نمیدونم، مغز کلم همه مشکلات همه دنیا رو میتونم. آقا من توی اتاقی نشستم در گوشه از این آمریکای بزرگ
مثل شما صبح اینترنت رو نگاه میکنم، مثل شما امشب مهمونی میرم با دوستان صحبت میکنم، فردا کنسرت میرم، مثل شما هستم. این مجری های تلویزیون رو بزرگ نکنید که بعد خودتون نتونید بیاریدشون پایین، که بعد بشینن براتون تکلیف معین کنن. راجع به مجری تلویزیون شد، ساعت 3 بعد از ظهر با آقای ضیا مصطفی‌زاده خواهیم بود از هلند، و ساعت 4 بعد از ظهر با آقای حسن ارشاد 115مین برنامه رو از تلویزیون مردم به نام تحلیل آموزه های بهایی، این برنامه بررسی سند 12 هست، به شما تقدیم میکنم. من از ایشون ممنونم، از پشت به پشتکارشون آفرین میگم. و توی بحث امروز صبح بیکار بودم گوش میدادم، خیلی جالب گفتم این سوربی 20 سال پیش همه بهایی ها مثل زنبور عسل دور این بودن و این تلویزیون مردم اصلا نمیخوام بگیم حالا چی میگن اینا، خانه چی بهش میگن مال بهایا، نمیخوام، ولی همه بهایا اینجا بودن. که اصلا به خود منم وقتی میرفتم یه جایی طرف میگه الله ابها، میگه الله ابها یعنی چی، میگه ما بهایا به هم میگیم الله ابها، گفتم اوکی حالا هر چی الله ابها، یادت باشه تعدیگم بذاری برامون. در هر صورت امروز این آقای حسن ارشاد گویا ویدیوهای 20 سال پیش منو با اون آقای فرزاد اسکویی و دیگران نگاه کرده. خب دوباره این دوستمون ورداشته نوشته که من داشتم زندگی پناهندگیم در ترکیه، شخصی به نام فلان خودش معرفی کرده بود، بعد از 2 سال مبلغ 50 دلار برام فرستاد، گفتن خرجی بردار خرج کن، منم دست بالم تنگ بود سریع برداشت کردم. این شخص ساعتی بعد 300 دلار مجددن فرستاد، من بی اطلاع بودم، برو طلا بگیر با آدرس برایم به انگلیس بفرست، طلا باید به لباس بدوزی. آقای فلانی در این مورد به هم کمک کرد، نزدیک 3 سال ایشان میشناسم. اون آقا با عکس شایان شاهی نمیدونم چرا منو تو درد سر انداخته. من میدونم خام طمع بعدت نیام. اون کسی که شما رو معرفی کرده به من میدونه من یک زبان تلخی دارم و حقیقت رو میگم. شما طمع خون به قول شیرازی ها، یا خام طمع یا مفت خو. 50 دلار که فرستادی گفتی چه خوب، حالا اگه براش برم طلا بفروشم بخرم 300 دلار، دفعه دیگه برام 100 دلار میفرسته. آقا کپی شناسنامه این آقا یا خودتو برای من نفرست، من نمیام اینا رو نشون بدم. شما میتونی توی ویدیوی بشینی خودت صحبت کنی، بگی من فلانی ام، مردم هم بشناسنه، اینم عکس حواله، اینم این، ما پخش میکنیم. اگه یکی آمد یقه من گره، میگم آقا اینها، این آقا زنده حی حاضر. اون وقتا نادان بودم، حاضر بودم و کسی پیامم میزاش این کار رو انجام بدم. الان یه درجه عاقل‌تر شدم. راجع به عاقل‌تر شدن امروز باز با آقای آرمن ساگینی هم بیکارن دیگه، این دوستان هم بیکارن هم بازنشستن، سنی ازشون گذشت، یه حقوقی هم میگیرن این برابر. دوباره نشسته بود طرز تهیه پختن آبگوشت رو برای آمریکایی‌ها فرستاده بود، بعد بهش گفتم که درسته که آقا از طریق خوردن خوراک، از طریق خوراک خوروندن به اونها، فرهنگمون رو باشون در میون می‌ذاریم، ولی شما نامه می‌نویسی با افتخار بالاش نوشتی که من این نامه رو به 100 استاد دانشگاه فرستادم، طرز تهیه آبگوشت، خاک تو سر اون استاد دانشگاهی کنن که حالا تو آمریکا تمام معطلیش این بوده که طرز تهیه آبگوشت، نمیدونم که چی میگفتن، آبگوشت بزمجه چیزی میگفتن اینجوری. بعد بهش گفتم آقا مهمی برای چند نفر فرستادی، به من بگو چند نفر بهت پاسخ دادن. نوشته بود که 5 نفر. گفتم بسیار عالی، خمینی هم با 5 نفر اومده ایران، بلنشین برین ایران. بعد بهش گفتم، گفت که من یه استادی داشتم به من گفته که وقتی یه دری رو میکوبی اگه کسی پاسخ نداد انقدر محکم بکوب تا یکی جواب بده. بهت گفتم اشکال استاد تو این بوده که اولش نگفته اگر یه دری رو میزنی و مطمئنی که کسی توی اون خانه هست، شاید کر شده باشه جواب نده، شما بیشتر بزن، ولی اگر شما بری خوب کوچه بازی کنی برگردی مادرت و پدرت و برادرت رفته باشن، در خونه رو قفل کرده باشن، شما هر چی میخوای در بزن، هر چی بیشتر در بزنی همسایه ها میان فحشت میدن، میگن این دیوونه است، این همه داره در میزنه کسی جواب نمیده.
مگه نداریم در خانه اگر کسی هست یک حرف بس است؟ اگه تو خونه کسی هست یه تاپ تاپ که میکنه میاد درو باز میکنه، اگه نمیخواد درو باز کنه، آقا نمیخواد درو باز کنه، شما چرا به زور در میزنی؟ از دیوار برو بالا. خوشم میاد از این آقای ایران بومی یه چیزی یاد گرفتم، خواستن توانستن است. ما ایرانی ها به غلط یاد گرفتیم. آقا خانم خواستن توانستن نیست، خواستن در حد توانستن، بله توانستن است، خواستن بیش از حد توانستن امید و آرزوه. شما ممکنه اون امید رو به گور ببرید. دوستان عزیز، ضمن تشکر از آقای دکتر افشارها که روز چهارشنبه که آقای یزدان خداوند رو گفتن نمیتونن بیان، ایشون گفت اگه میخوای من بیام، و گفتم نه دیگه، حالا خودم حاضر کردم، به جای چهار ورق هشت ورق آوردم. دوشنبه با آقای دکتر کاظم افشارها هستیم از کانادا، ساعت 3 بعد از اون. ایشون هم ایمیل داره هم تلفن میذاره و من این وسط قاصد شما نخواهم بود. و اما بعد از برنامه آقای حسن ارشاد امروز یک ویدیویی از آقای مهندس سهراب چمنارا دارم که بهتون نشون میدم. اینو با دقت توجه کنید و ببینید این رادیو تلویزیون ها که اسمای دهن چی میگن، دهان پر کن میذارن، رادیوی مثلا آزادی ایرانیان، حالا علکی میگن دیگه، همین تلویزیون مردم، ببینید چی هن. طرف یه رادیو قرازه اینترنتی داره از گوشه از این اتاقای سوشال اروپا با دوستانش، با نمیدونم آقای آلفرد آبرامیان، اگه اشتباه نکنم این آلفرد آبرامیان برادر اون یکی چی آبرامیانه، دوتاشون هم یک کمی مغزشون سه کار میکنه، بلند میشه از استرالیا از این ور اون ور تماس میگیره، اینا میان بابا دعوت کرده از آقای سهراب چمنارا. آقای سهراب چمنارا میگه من اصلا نه ایمیلی گرفتم نه چیزی. خب احمق، تو که صاحب رادیو هستی اگه ایمیلت جواب نداد با فیسبوک تماس بگیر، به یه دوستش بگو شماره تلفنش بهش بده، این بهش بگو به من تماس بگیر فلان کنیم ساک، نه که برو برنامه بذار بگو از ایشون دعوت کردیم نیومد، پس ما حالا هرچی فوش خوار مادره میدیم. اون وقت اینا توی اروپا توی کشورهای آزاد با یه نفر که آمده کتاب نوشته اینجوری رفتار میکنن. آقا منم انتقاد کردم، اتفاقا اون انتقاد شده این شروع و آغاز دوستی. من خانواده آقای چمنارا رو، پدرش، برادرش، خواهرش، دامادشون، اینا همه رو اینجا میشناختم، هیچ وقت ایشون رو ندیده بودم، نشناخته بودم. وقتی این کتاب شاهنامه، کتاب مقدس ایرانیان رو دیدم ایراد گرفتم، گفتم آقا یعنی چی؟ هیچ چیزی مقدس نیست، هیچ چیزی مقدس نیست. وقتی میگن مقدسه یعنی میخوان به شما کلک بزنن، به شما بگن یه چیزایی تو اینه که ما داریم به دروغ به شما میگیم و میخوان شما نری دست بهش بزنی. اگه گفت باید حتما دست نماز گرفته باشی، اگه گفت باید حتما سر ته وایسی، اگه گفت فلان میخواد این کتاب اون بالا بمونه، فقط هر وقت میخوای بری مسافرت ماچش کنی بری، دروغ بهت میگن. و شما نکن این کارو. آقا آمدی شاهنامه رو خلاصه کردی، دست درد نکنه، مردم کم حوصله هستن، آمدی شاهنامه رو به زبان ساده درست کردی، دست درد نکنه، ولی ننویس شاهنامه فردوسی کتاب مقدس. خب انتقاد کردیم مثل آدم، ایشونم نمیخوام بگیم عاشق ما شد، دید بابا جای خوبیه، انتقادشونو میکنن، وقتی هم بگی حرف بزنیم میگن بفرمایید، اینم بلندگو برای شما، شما هم حرف بزنید. ولی حتما اون برنامه رو نگاه کنید. بذارید من صدای این ببندم، این دینگ دیگه، این مسنجر پدر سوخته دیوانم کرده. خانم نیر هم دیدم نوشته آقا خوب شد شما گفتیم، منم میخواستم کامپیوترمو ببرم ببینم چیه، ولی میبینم شما هم همین مشکل رو داری. میگم آره بله آقا، و فلانی از آنجا پی برد، من از قاچاق بودن پست کردن طلا برابر با زندان، به هم گفته کفش تیشرت کاپشن بخر. آقا این چیا به من چه مربوط؟ عزیز من شما توی کشوری هستی که قانون داره، برو پلیس شکایت شو کن، ولی تا رفتی پلیس بهت میگه آقا خب این 50 دلار اولی رو بابت چی بهت دادن؟ از کجا ما بدونیم که شما براش طلا نفرستادی؟ دستای خودت کثیفه، دستاتو بشو، پوله رو بهش پس بده، بگو آقا نخواستم دوستی با شما رو، نخواستم دوستی شما زحمته. اون شعره چیه میگه؟ مرحمت فرموده ما را مس کنید، میگه نخواستم،
حالا روزی که پول بود، شما پولی که گرفتی 20 دلارشو فرستادی تلویزیون مردم، تازه اگه فرستاده بودی هم امروز من میگفتم آقا شما این پول فرستادی برای سپورت، نفرستادی که من در قاچاق طلا از ترکیه به انگلستان شریکت باشم. نکنید. ببینید طرف برای چی به شما پول میده. آقا یه مدتی رایج شده بود مثل که تو ایران به طرف میگفتن ما یه بلیت هواپیما به شما میدیم مجانی برو مالزی، به شرطی که یک کیف کوچیکی هم برای پسرمون ببریم. این آقای خامتمع، خانم خامتمع، تمعقوم، مفتخور میگوش از خودش نمیپرسید خب این کیف کوچیکو اگه قانونیه پست کن، با همین هواپیمایی پست کن، قیمتش میشه 1/4. چرا داری به من 4 برابر میدی منو میفرسی؟ چون من رو مفتخور پیدا کردی داری من رو میفرسی توی تله. حالا گیر افتاده، حالا تو دادگاه میخوان اعدامش کنه، حالا شما شانس آوردی 300 دلار رو طلا، و فکر نمیکنم کسی که بخواد قاچاق طلا کنه 300 دلار ناگفته نمانه. اینا برات ممکنه دون پاشیدن، اول 50 دلار دادن مزهش رفته زیر دندونت، بعدن 300 دلار، بعدن 3000 دلار، بعدن 30000 دلار، بعدن میگیرنت میندازنت زندان. چه کار کردی شما؟ با سعی و کوشش از دست آخوندا فرار کردی، اومدی ترکیه پناهنده شدی، افتادی زندان. فیلم ممل آمریکایی هیچ کدومتون یادتون هست؟ بهروز وثوقی آمده بود اینجا برای همه دوستاش مینوشت 7-8 گستیشن زدم پمپ بنزین دیگه خودم کار نمیکنم، هی عکسام میفرستاد. بعدا معلوم شد آمده بود آمریکا، گویا زندان بوده یا تو ایران زندان، یادم نیست. نکنید. خب بله، عکس طلا رو نشون دادیم. و اما این دوستان تماشاچی یا بیننده ما عجب آدم های باهوشی هن. تا آقای فرزاد عزیزی آمد و گفت من میخوام برنامه داشته باشم و برنامه اولش هم گذاشت و منم تعریف کردم، گفتم والا برای برنامه اول خیلی راحت خودمونی قشنگ صحبت کردی و خوب بود آفرین. دوستان گفتن آها آقای سوربی شما هر کسی جنبش را میندازه یقش رو میگیری، چطور آقای عزیزی؟ و چقدر خوشحالم که همه چیز دلیل مدرک. من دیروز برای آقای عزیزی نوشتم، چون ایشون ویدیو رو گذاشته بود روی صفحه فیسبوکش و از دوستانش خواسته بود نظر بدن، منم ضمن خوش آمد به تلویزیون مردم نظر خودم رو برای ایشون نوشتم که خوب بود، خیلی راحت بود، گپی خودمانی بود، لاجرم چون از دل صحبت کردی بر دل نشست. اما درباره این جنبش آزادی یواشکی همینجوری که به اون معصوم خانم چی اسمش مسیح علی نژاد ایراد گرفتم، آزادی دیگه یواشکی نداره که. به شما هم دارم میگم دوست عزیز، ببین بهش گفتم تو نوشته بودم که من فردا در برنامه‌ام در این باره صحبت میکنم و حالا هم این کارو انجام میدم. ببینید دوست عزیز، شما اگه خواستید میتونید پاتونو جای پای احمقایی مثل تیمسار روحانی بذارید، آقای حخا بذارید، آقای فولادوند بذارید، آقای شهرام همایون بذارید. چرا میگم احمق؟ اینا یه سریشون احمقن، یه سریشون شارلاتان، خودتون قضاوت کن. یه سریشون احمقن، میگه که من به مردم گفتم سیزده به در بیان بیرون، یکی دیگه میگفتم چاشم سوری از رو آتیش بپرید، یکی دیگه میگه به بچه‌ها گفتم اول مهر برید مدرسه. خب این حماقت. ولی اونی که میگه بیایید اینجوری اینقدر به من بدید، اون شارلاتانه یا شارلاتان احمقه، هر جوری دلتون خواست. ببین دوست عزیز، شما مردم میگید که من میخوام یک جنبشی مثل آزادی یواشکی، ولی من مثلا به آقایون بگم که پیرن مشکی بپوشه. آقا تو ایرانی که نصف مردم پیرن مشکی میپوشن، نمیخوام بگم حالا به دلیل اینکه مشکی دیرتر کثیف میشه از دود خیابون و یقش و اینها خوششون میاد. خود من لباس مشکی خیلی دارم، اتفاقا بدم هست. میگن آدمایی که به خودشون اطمینان ندارن لباس مشکی میپوشن. البته اگه بخوام به این حرفا گوش بدیم، 4 تاشو که بخونیم به این نتیجه میرسیم که ما دیوونه هستیم، قاتل هستیم، نمیدونم همه چی. ولش کن. اوکی. اگر یه مجلسی باشه طرف فوت کرده باشه باباش، مشکی پوشیده باشه، اونایی هم که میان دیدارش مشکی پوشیده باشن، آیا اینا به خاطر جنبش شما مشکی پوشیدن؟ نه آقا، به این
جنبش های اینجوری میگن grassroots movement، یعنی جنبش های مردمی که از پایه و اساس. grass این علف، root یعنی ریشه، ریشه علف. دیدی یه دونه علف شما تو باغچه‌تون که میشه فردا میبینه همه جا رو گرفت، اینجوری زیاد میشه. اونی که میاد میگه آقایون به عنوان اعتراض به پوشش و نمیدونم چادر و روسری خانم ها شما روسری بپوشید، اون درست، ولی مشکی بپوشه. خب ممکنه آقای خامنه ای هم فردا مشکی بپوشه، برای شما پوشیده. پس شما یه چیزی داری میگی که یا دانسته یا ندانسته میخوای کردیت و اعتبار یه چیزی رو که به شما مربوط نی به دست بیاد. چه کسایی شما رو میبینن؟ کسایی که رو اینترنت هستن، رو فیسبوک هستن. از طریق فیسبوک یارگیری کن، حتی اگر افراد دروغین باشن بهشون بگو که آقا من یک حزبی درست کردم، یک مومنتی درست کردم به نام همین، مثلا آقای چیز گذاشته بود من هستم، یا آقای نمیدونم نصر احمدی میگه 200,000 نفر، این بنده خدا آقای چمنارا هم هی میگه 200,000 نفر با ایشون بوده. آقای چمنارا ایشون گول حرفای رضا پهلوی رو خورد و اینقدر ساده است، لوره دیگه، ساده است، گول اونو خورد، حرفای اونو تکرار میکنه. 200,000 نفر به چه وسیله به اینها تماس گرفتن، به کجا ثبت نام کردن، کجا دیده می شدن، یا گوله یه تلویزیونی خوردن، تو تلویزیونی برنامه داشتن، طرف گفته آقا شما از اون روزی که رفتی تا امروز صبح 200,000 نفر زنگ زدن. اینجوری نیست، به این سادگی نیست. در هر صورت ایراد من با آقای عزیزی، اول گفت که چون عیبش گفتی خوبیاش هم بگو، ما چون خوبیاشو گفتیم عیبش هم میگیم. شما اگه میخوای موومنتی درست کنی یه دفعه درست نکن، فکر کن. میخوای مثل این سعید شمیرانی 22 اردیبهشت بیان تو خیابون تا شبم میشینه بدبخت هی برای خودش مینویسه، نگاه کنید از ایران برام نوشتن. آقا نوشتن که نوشتن، اون تو خونهشه روی فیسبوک برای شما نوشته، این میخواد بیاد بیرون 22 اردیبهشت، خب شما برو اگه میدونی میاد، اگه نمیاد دروغ نگو به مردم. در هر صورت آقا ممنون، متشکر. دوستان عزیز یه مقداری رعایت کنید و ببینیم که چه میشود کرد. ممنونم از یه دوستی به نام آقای آل احمد، و ایشون قبلا برای من یه ویدیوی فرستاده بود که توی اون ویدیو یه نفر میگه من روان پزشک نیستم ولی به شما این علائم رو میگم، از رو کتاب دارم میخونم، شما این ویدیوهای آقای ترامپ رو نگاه کنید بعد به من بگید که آیا این روان پریش هست یا نیست. ولی این پروفسوره قبلا اعلام کرده که این آقای ترامپ رئیس جمهور میشه و همه میگفتن بابا این پروفسور دیوونه است، مگه میشه آمریکایی 300 میلیون بیاد یه شارلاتان، یه کان آرتیستی که 6 روز الان شده رئیس جمهور، 7 روز امروز جمعه هفته قبل، انگار 5 سال گذشته سوگند میخورد، درسته؟ این آدم رو انتخاب کنه که توی این 6-7 روز باشگاهی که داره، کلوبی که داره توی فلوریدا، اگه شما میخواستی بری قبلا ثبت نام کنی $100,000 ازت میگرفته، امروز اگه بری $200,000. خب این داره از رئیس جمهور بودن منفعت میبره، این مخالف قانون اساسیه. و این آقای پروفسور میگه ناراحت نباشی، من بهتون گفتم ترامپ رئیس جمهور میشه، رئیس جمهور شد، حالا بهتون میگم این ایمپیچ میشه. ایمپیچ فکر کنم به فارسی همون استیضاح میشه، میارنش ازش سوال جواب میکنن بعد ممکنه اخراجش کنن. حالا نمیدونم این ایمپیچمنت خودش کلش یعنی کسی رو، چون فکر کنم یه رئیس جمهور آمریکا ایمپیچ شده، آقای بیل کلینتون رو دنبالش بودن که ایمپیچش کنن، ولی ایشون چون مار خورده و عفی شده و وکیل بوده و همون سوالایی که بهش گفتن آقا تو باید دختر جوانی که اومده مجانی کار کنه، مجانی ازش کار دیگه کشیدی، سکس داشتی باش، گفت بیا جلو ببینم شما اول سکس رو برای من تعریف کن. طرف آقا این دیگه چه پدر سوخته ای. در هر صورت در رفت. ولی این آقای پروفسور که حالا من عکسش به شما نشون میدم، اگه خواستید ویدیو رو بعدا من براتون میفرستم یا با نوشتش نشون میدم که شما بتونید پیداش کنید. نوشتش این بالا اینو نوشته، دوستان نوشته
professor who called Trump election now predicts impeachment. میگه اون کسی که پروفسوری که پیش بینی کرده بود ترامپ برنده میشه، حالا این پردیکت یعنی پیش بینی کردن. پیش بینی، نه اون پیش بینی این کفخونا که میان دستتون رو میخونن اینها. در چی بگیم والا؟ خب فرزاد عزیزی، جنبش جدید، نظر من، نظرم گفتم، ایشون میتونه اگه خواست من رو تو برنامه خودش مهمون کنه و در این مورد صحبت کنیم. شاید من اشتباه میکنم، شاید ایشون درست بگه، ولی من میگم شما اگه میخوای این کارو بکنی، حتی به مردا نگو برو لباس قرمز بپوش، چون آقا یه نفر ممکنه قرمز پوشیده باشه برای رنگش، این مشکی بپوش قرمز بپوش. بله، یه کاری میتونید بکنید. توی آمریکا هم رسمه، یه دستبندای درست میکنن رنگای مختلف، مثل اون دستبندی بود که مال جنبش سبز بود، اونو شما یه چیزی درست کنید که هر کی بس به دستش معلوم بشه که طرفدار شماست. ولی یه سوالی، چجوری میخواین مردم طرفدار شما بشه؟ شما هنوز نیومدی، برنامه‌تو نگفتی، اساسنامه‌تو نگفتی، چرا مردم باید بیان اون دستبند رو بخرن یا درست کنن ببندن؟ یه کمی صبور باشید. آقای مصطفی زاده الان 3-4 سال اندرخم این کوچه طرح خودگردانیه. چه جلساتی که گذاشتن، چه شوراهایی که گذاشتن، چه تجرباتی کسب کرد تا امروز به این نتیجه رسیده که سوربی امروز جمعه آخرین برنامه از هر دری سخنی است و از جمعه هفته آینده من میخوام برم دنبال اون برنامه خودم. من بهشون تبریک میگم، ضمناً چون میگم وقتی که این برنامه آقای دکتر افشارها و آقای مصطفی زاده و روز جمعه پیش آمد، وقتی از این دوستان خواهش کردیم، قشنگ ردیفش کردن، آقای افشارها قبول کرد دوشنبه باشه، آقای مصطفی زاده جمعه باشن، آقای یزدان خداوندلو هم قرار بود چهارشنبه. آقای یزدان خداوندلو وقتی گفتن من تصمیم گرفتم برنامه نداشته باشم، خداییش بگم من یه کمی دلمم، یعنی نمیخوام بگم وحشت کردم، گفتم نکنه این بنده خدا رو اذیت کردن، تهدید کردن، حالا یا مجاهدین یا آخوندا یا سازمان هایی که میدونید دیگه این روزا تو زندگی همه فضولی میکنن. خود من روزانه اینجا 100 تاش زنگ، 100 تا که دروغه، 2-3 روز یه با یکی زنگ میزنه میگه که من از FBI زنگ میزنم، شما چرا به فلانی برنامه میدین؟ میگم من دلم خواسته، هر وقت خواستی بیا اینجا با هم صحبت میکنی. FBI که به کسی زنگ نمیزنه میگه شما چرا برنامه دادی، کاغذ می نیستن، چیز میکنن فلان روز بیا فلان، شماره تلفن، آدرس، بعد شما زنگ میزنی به پلیس اینجا، پلیس به اون زنگ میزنه میگه بله این FBI میتونی بری. اینجوری نیست که. یادم سالها پیش بپرسید از این آقای فیلابی، اون موقع با هم کار میکردیم، این بارستون مترو رو داشتم میساختم و من چند تا ایرانی دیگه اینها، ما هم تازه با این CB آشنا شده بودیم، قوانینش رو بلد نبودیم، طبق معمول یاد نگرفته بودیم This is one way talk، تو باید صبر کنی این صحبت کنه، اون بگه راجر، اون بگه 10-4، اون بگه 10-20، اون فلان، اینا همینجوری صحبت میکردیم و اینها. یه روز آمریکاییایی که اونجا بودن از حرفا و صداهای ما سردرد گرفتن، آقا گور پدرشون، اونام دو نسل سه نسل جلوتر از ما اومدن، ولی مملکتشونه، قرار نیست ما که میایم اینجا بی احترامی کنیم. شروع کردن فحاشی، خب اونا حق ندارن فحاشی کنن، باید یکیشون میومد روی رادیو خیلی نایس میگفت که این سیتیزن بند هست، سی بی برای این میگن، سیتیزن بند رادیو، و شما باید یک قوانین رو رعایت کنی، شما نمیتونی بیاید تو کانال 19 اینو بگی، بری تو کانال 9 مال پلیس اونو بگی، بری تو کانال 13 نمیدونم مال تصادفات اونو بگی. وقتی این فحاشی کرد، همین دوستمون آقای فیلابی گفت که بیاین ما به اینا بگیم که ما مأمور هستیم، و گفتم آقا آخه با این انگلیسی های خوبی که من و شما بلدیم، با این لهجه هایی که داریم، حالا دیگه بیان بگیم مأمور هستیم، اینا وایسن از اون بخندن. گفتم آقا درست میگه، خب کمتر حرف بزنی، هیچ چیزای الکی رو رو سیبی به هم نگیم، این سیبی برای اینه که آقا داریم میای اینجا یه بچه وایساده، یواش بیا، بچه ممکنه بدوه دنبال مادرش، برای اینه، و بعدم زود تموم.
خلاصه اینم ماجرای ایرانی ها شکایت کردن ها و دروغ گفتن که من مأمور فلانجا هستم، مأمور فلانجا هستم. بله خب خیلی ممنون. این دوستمون آقای امید حالا تازه داشت میگه اگر امکان داشت زنگ بزنید و یا من زنگ میزنم از همین مسنجر و یا در این مورد صحبت میکنیم، ممنون میشه. آقا من مسنجر میخوام بندازمش دور، دارم برات روزه میخونم. میگم امام حسین 72 نفر در صحرای کربلا اینجور اونجور، شما میگه امام حسین زنه یا مرده؟ والا اگه اون سوالو بکنی باز هنوز منطقی تره تا من میگم آقا من چه کاره هستم که به شما زنگ بزنم ببینم اونی که میخواسته طلا بفروشه یا تویی که طمع خام شدی پولشو گرفتی میخوان چه کار کنی؟ آخرش هم بعد شما دوتا با هم صلح میکنی، دوتاتون به من فحش میدی. آقا به من چه؟ اگه تو ترکیه هستی پناهجو هستی برو به پلیس بگو، اگه کشور دیگه هست من نمیدونم والله چی بگم. بله منم شک کردم این طلا میخواد، منم یک هفته گفتم واسطا میخرم میفرسم برات، شروع به تهدید کرد گفت من با افغانها و ترکای ترک رفیق خلافکار زیاد دارم، تهدید بلا فاصله به پلیس خبر بده. به سوربی تو آمریکا اوکی. سالها پیش وقتی این گوگل مپ درست شده بود ما میزدیم مینوشتیم که از واشنگتن میخوایم بریم به طرف ایتالیا، مینوشت که با پیاده میخوایم بریم، با ماشین میخوایم بریم یا با هواپیما، میگفتیم که پیاده. خدا شاهده دوستان، حالا نمیدونم گوگل هنوزم اینجوریه نه، میگه اوکی از واشنگتن را برید تا بالتیمور نیویورک یه همچی جایی، بعد مینوشت از اونجا شنا کنید تا. دوست عزیز چی کار کنم؟ من همین امروز برنامه‌ام که تموم شد از اینجا پول که ندارم که، باید شما $1000 بدید تا من بیام ترکیه، از همینجا شنا میکنم میام. بعد تازه من اومدم اونجا چی شد؟ یکی نبود، دو شد، خونه پر از نکنید. آقا دوست عزیز گرامی من در سوئد، تو رو خدا فوری تا یه دوستتو میخوای از سر خودت نجات بدی یا نمیدونی چجوری کمکش کنی نگو آقا با سوربی تماس بگی. بابا من میگم دارم 100 تا 200 از این دوستان جوون میاد میره صحبت میکنه فلان، آقا چه برنامه باید استفاده کنیم؟ این باید چه کار کنیم؟ اون خب چجوری از کجا بخریم؟ میگم آقا ما بهترشو ارزونترشو با سرویس فارسی با کمک بهت ارائه میدیم. بعد میبینم همه اینا رو از ما پرسیده. بعضی وقتا من به این دوستان ایرانی نق میزنم، میگم آقا به ایرانی های دیگه نق نزنید، هی نگید ایرانی ها میان ما میریم خونه نشونشون میدیم ولی بعدا میرن از آمریکایی میخرن. خب راست میگن، آقا من وقت میذارم اینجا صحبت میکنم نشونش میدم، بعد میره از همون شرکت که ما داریم میخریم میره میخره میگه دیدم $5 ارزون تره. ما که نگفتیم، بهتم گفتیم که از همین شرکت میخریم، ولی بهش گفتیم آقا اینی که بهت میده اون باید شما با انگلیسی حرف بزنید، ما بهت با فارسی حرف میزنیم و برای اینه. و بعدم ما حالا تازه براتون خدای بگم ما بالک خریدیم. بالک یعنی چی؟ کلی ها؟ کلی خریدیم، مثلا شیش مثل نوشابه است، نوشابه دونه $1. شما میگی سوربی نوشابه رو چند میدی؟ میگم من 6 تا خریدم $2، یک کیشو به تو میدم 50 سنت. بعد تو میگه آقا خودت که داری میگی $2، باید 33 سنت مثلا بگیری. میگم آخه بی انصاف، باید پول رفتن و آمدن و اینها رو هم حساب کنی به من بدی. باور کنی یه آقای آمریکایی پریروز که من برنامه داشتم برای من نوشته بود شما هنوزم برنامه های تلویزیونی داری؟ نوشتم بله. نوشته خب چون میدونم وقتت کمه، خدا شاهده اگه خواستید براتون میفرسم، چون میدونم وقتت کمه من اگه اجازه بدی برای 20 دقیقه 30 دقیقه یه پولی میفرستم برای تلویزیون مردم که با شما صحبت کنم درباره یک برنامه 10 دقیقه‌ای که بعداً بذاری. بابا اینا اینجوریه که موفق شدن. حالا شما بگو کافرن میرن جهنم، اون یکی بگه آقا این پدر سوخته‌ها فرهنگ ندارن، ما فرهنگ داریم. فرهنگتون الان براتون میخونم. بریم سراغ آقای هوشنگ آریانپور که اون بنده خدا چه زجری میکشه از صبح تا از دست این دوستان. اولا یه ایمیلی آمده که از طرف وارن بافت، این از طرف وارن بافت نیست که نمیدونم بعدم که خوندی به این اون بده، ولی وارن بافت دومین پولدار دنیاست،
البته این ترامپ به دروغ میگه این اولین پولداره، بیل گیت دومینه، وارن بافت سومی. ترامپ من فکر نمی کنم پولی هم داشته باشه. این شیاد شالاتان دغلکار دیگه آخر کار وقتی دیگه دید هیچ کسی براش کار نمی کنه، هیچ جا بهش محل سگ نمیذارن، آمد شد رئیس جمهور، که بلکه از بره یا از قبل این رئیس جمهور شدن یه پولی در بیاره و امیدوارم این یقهشو بگیرن. همین این پیچ که با بی آبرو فعلا که زنشو از دست داده، زن نیویورک، این آقا اینجاست، زن و بچهش اونجا هستن، اینجاست. بعد کسی که همیشه خوش میگذروند از این کشور به اون کشور و اینا، الان امروز که باید با این خانم می، تریسا می، نخست وزیر انگلستان صحبت کنه، فردا برنامه داره و پدر خودشو در آورده. امیدوارم از اینم بدتر برش بشه. در هر صورت این نامه اگه درست باشه، نوشتن که حقوق سالیانه رئیس جمهور بازنشسته 180 هزار دلار برای زندگیش، نه از 400 هزار دلار. بعد این درست نیست اصلا. سالاری حقوق بازنشستگان مجلس و نمیدونم مجلس سنا 174 هزار دلار سالیانه برای تا آخر زندگیشو. حقوق اون اسپیکر آف ده هاوس، میدونید که سومین شخص میشه، اول رئیس جمهور، بعد معاونش، بعد اون اسپیکر آف ده هاوس که لازم هم نیست نماینده مردم باشه، لازم هم نیست نماینده مجلس باشه یا نماینده سنا باشه و نمیدونم چجوری انتخاب میشه، اونی که اکثریته یه نفر انتخاب میکنه، اون به اصطلاح نماینده‌هایی که اکثریتن که الان ریپابلیکن ها بودن، این آقا رو انتخاب کردن. اون نوشته سالیانه 223,000 دلار و همینجوری آمده. حالا آمده سر حقوق معلم. یادتونه اون روز درباره معلم‌ها صحبت کردم که معلم که آینده یه مملکت رو می‌سازه، چه در ایران، چه در آمریکا، چه در دنیا، حقوقش کمه. توی همین آمریکا معلم بیچاره حقوقشو برای بچه‌ها نهار و چیزا اینا می‌خره، جایی که تغذیه کافی نیست، قلم و کاغذ و اینا می‌خره. حالا بعضی هم برش سی بی هم میارن روزانه. تو ایران هم که دیگه خودتون بهتر از من میدونید، میگم که من دبیر هنرستان شیراز بودم، پسر عمو محمد، اونم معلم، گفت آقای نخست وزیر داره میاد، آقای میر حسین یا حسین، اون موقع هم نوز فقط میر حسین موسوی بود، یا حسین نشده بود. گفتیم بریم، رفتیم توی جمعی، آمد صحبت کرد، گفت من به اونایی که بعد از مدرسه میرن مسافر کشی میکنن افتخار میکنن. من دست به سرمون گرفتم، گفتم بلند شو بریم. گفت کجا، هنوز حرف نزده. گفتم همین سالی که نکوست از بهارش پیداست و همین بوگند این اولش بسته، بلند شو بریم. ول کردیم. بعد از 5 سال به هر بدبختی بود ساختیم، دیدیم نه آقا نمیشه اونجا زندگی کرد، ول کردیم اومدیم. حالا ماجرای ترامپ حقیقتش این ویزای ایرانی ها رو الان نیاک و دیگران هم برای من میفرستن. نه، من یه جوری خوشحالم. میدونی برای کیا خوشحالم؟ که اونایی که دل بسته بودن به ترامپ که ترامپ میاد آخونده رو میندازه بیرون. خب آقا ترامپ شما رو گفته وایسا تو ایران، وایسا تو ترکیه، وایسا تو قبرس، چرا میای آمریکا؟ وایسا اونجا، من میام آخونده رو میندازن بیرون با کمک شما، شما برو زندگی کن. ولی این نیست آقا. آقای ترامپ، آقای ریگان، آقای آمریکا، آقای اسرائیل، خانم انگلستان، اینا از روز اول با آخوندها بودند و هستند و خواهند بود. آخوندها رو دست کم نگیرید، آخوندها رو دست کم نگیرید. شوخی میکنیم، جوک میسازیم، طنز میسازیم، اتفاقا قرار بود با آقای یزدان خدابند یزدان خدابندلو درباره تفاوت جوک، طنز، مسخره اینا صحبت کنیم که فعلا نمیدونم تا کی آف گرفته. خب جناب سوربی صدا قطع وصل میشه. خانم نیر عزیز، اگه برنامه های دیگه باز هست اونا رو ببند. اگه تلفنتون از اینترنت خونه استفاده میکنه اون رو ببندید. امیدوارم فیسبوک این برنامه های زندش رو یک کاری کنه که شمای بیننده بتونی قسمت ویدیوشو ببندی، فقط آدیو گوش کنی، چون ویدیو خیلی جوس به اصطلاح شیره اینترنت رو میکشه و ما ایرانی هم تلفن منم همینجوره، از خونه که میام تو وصل میکنه به
مودم. البته مودم ما تا چند روز پیش 100 و 150 بود، الان 300 هست. یعنی این 10 تا بر 10 تا چیز روش باشه، داشته باشن ویدیو نگاه کنن، گیم بازی کنن که ندارم، اصلا من بچه‌هام خودشون خونه و زندگی و اینترنت و جدا و اینها دارن. 10 نفر باشه اینجوری. حالا اینترنتی که شما میگیری رزیدنشاله، مخصوص خونه و اینها هست. اون موقع هم فکر نمی‌کردن فیسبوک میاد، تلفنمون بهش وصل میشه، فلان اینا. گاهی وقتا هم زنگ بزنید و یه قیژقیژی کنید. توی آمریکا میگن چرخایی که قیژقیژ میکنه بهش گریس میزنه. توی فارسی میگن تا نگریت طفل کی نوشد لبن. به طرف بگو آقا من اینو که خریدم که فیسبوک نگاه کنم، و فیسبوک صداش قطع وصل میشه. اونم میگه آه به شما داده بودیم 15 تا، خیلی وقت به دیگران دادیم 50 تا. خب پدر سوخته چرا به من بیشتر نمیدی؟ همین دیروز سرویسم با ورایزون قطع کردم. گفتم خب خانم شما داری این بابت این تلویزیون و تلفنی که من یه تلفنم نمیزنم $145 از من میگیری، من که اینترنتم جداست، و حالا کردیش $250 و میگم نمیخوام. بعد میگی اوکی ما همه این کانال ها رو قطع میکنیم، یه سری کانالی که نمیخوای به من میدی. گفتم برو آقا، من فکر کردم اینجا آمریکاست، فکر کردم میام توی رستوران میگم یه دونه همبرگر بده، یه دونه نوشابه بده. یادتونه تو ایران این آخریا که ما بودیم، انقلاب و بعدش اینا که کم بود شده بود، شما میرفتی یه دستمال کاغذی بخری، میگفت باید کاغذ توالت هم بخری. میگفتی آقا ما توالت فرنگی نداریم، کاغذ توالت بزنم تو سر تو. و از خیلی وقتا میرفتی یه جای سر سفره کاغذ توالت میآوردن میذاشتن، که البته اینا خب همشون میدونی اینا کاغذ ریسایکل شدن، از خمیر میشه، از حرارت میگذره. و ببخشید اگه طرف اینو اونجاش میکشه، حالا من و شما به دهنمون بکشیم امیدواریم که مرض نگیریم و فلان، ولی اینجوری شده بود. حالا آمریکا اینجوری شده، میگه که آقا من کانال اسپورت، میگم آقا من ورزشکارم. ما روزی که جوان بودیم بنده خدا آقای فرخیان، آقای قشقایی، آقای فرجام، آقای کی بود دیگه، اینا که میخواستن ما باب میدویدیم ورز نرمش میکردیم، ما تا روشو میکردیم و یواش یواش راه میرفتیم. حالا که دیگه 60 سالم شده بشینم اینم ورزش شما، که چه ورزشی؟ طرف دیوانوار اونو میزنه خونین و مالین میکنه، افتاده رو زمین، داور میگه نه دیگه نزنش، داره میره عقب با لگد بهش میزنه. این ورزشه؟ این ورزش من نخواستم. آقا من میخوام یه کانالی نگاه کنم، نمیدونم نشنال جیوگرافی باشه، پابلیک تیوی باشه و فلان اینا. میگه نه اینا تو پکیج میاد. وقتا یادتونه گفتن حضرت علی گفته خرمای خوب و با بد بخن. آقا این چه حرفیه؟ آقا خرمای خوب جدا کن، خرمای بد این و بو، خرمای بد $2، خرمای خوب $12. بعد خوبش قاطی میکنی یعنی چی؟ در اخیش این شد عدل؟ من فکر نمیکنم این عدل باشه. خب سهراب چمنارا بهتون گفتم این ویدیو میز گردی که گرد هم نبود. میز گرد وقتی میگن برای اینه که نگن اون آقا نشسته بالای میز، این یکی نشسته پایین میز. و حالا ما الکی همینجور بدونی که بدونیم همه چیزها رو میگیم میز گرد. میز گردی با شما. اوکی. چه میز گردی با شما که شما تا حرف بزنی من قطع میکنم؟ این میزه که گرده، این میزه مثلثه. شما نشستی اون بالاش، آقای فلانی از رادیو فلانی. جالب اینه که آقای چمنارا هفته پیش برای من نوشت که مصاحبه من توی رادیو فلانی رو دیدی یا شنیدی؟ گفتم که این آقای فلانی، حالا چرا اینجوری بگم، یه آقایی هست اسمش نمیدونم چی چیه گذاشته مانی. حالا کسی هم که میخواد اسم بذاره تو این دور و زمان میره میذاره مانی. مانی که میگن نه از دنیا خبر داشته نه از آخرت. اوکی. و تو دنیای هپرود خوشبختی میخواست. اوکی. گذاشته مانی و رادیو هم گذاشته مانی و هم از توی اتاقی چیزی که هست اینا چون کمک سوشال میگیرن به دیگران گفته آقا نه اینجا لازم نیست پول بدید، اینجا مجانیه. خب معلومه که مجانیه، نه بیننده داره نه کاری براش کنه، رادیو روشن میکنه، چایش هم میذاره یا عرقش هم میذاره، میکروفون میذاره شما، بعدم میری توالت، گاهی وقت صدای توالتش هم میاد. خلاصه همینجوری که گفتم ایشون رو دعوت کردن، ایشون میگه آقا اصلا من ندیدم فیسبوک دعوت شما یا ایمیل شما رو ندیدم. بعد نشستن پشت سرش هر چی دلشون خواسته گفتن، ولی خوشم اومد که آقای سهراب چمنارا بیدی نیست که به این بادها، اینا میدونی باد چی بگم خدای
به لرز خودش آمده ویدیوی اینها رو گذاشته. بله آقای حسن ارشاد رفته ویدیوی من رو دیده. اسکویی 20 سال پیش، آقای اسکویی با یه آمبولانس از لس آنجلس اینا اومده بود، اون موقع فکر کنم رفته بود تلویزیونای لس آنجلس کار کرده بود اینها، بعد دیده بود با یه تلویزیونی در شرق آمریکا هست به نام رنگارنگ، اومد اینجا و با من چند تا جلسه برنامه داشت، بعدم رفت، مشکلات خانوادگی داشت اینها. امیدواریم مشکلاتش حل شده باشه، این برطرف شده باشه، بهتر از حل شده باشه، چون بعض وقتا این مشکلات وقتی حل میشه، حل میشه تو زندگیت، اون وقت دیگه چه افتضاحی میشه. بله خب، با سپاس از راهنمایی شما. ببین آقای فرزاد عزیزی میگه که من ممنونم از شما. حالا برنامه آینده شما به من بگو که من این چیزایی که گفتم درست گفتم یا مزخرف گفتم. اصلا هم نگران نباش، شما بگو آقا این پیرمرد نشسته اونجا مغزش تو نمیتونم توی قرن بیستم و مزخرف میگه، ولی من میدونم، من یکی از اونایی بودم که این آقای اوباما اون سازمانهای گراس روت موومنت، موومنت جنبشهای چی بگم، علف اینجوری نمیشه بگی، به فارسی نمیشه بگی، جنبشهای مردمی دیگه، دیگه خودمونم بلدیم چه جوریه، براتون مثال میزنم. حالا شما هی بشین، شما رو نمیگم، دیگه بشین بگید خمینی رو با هواپیما و با چتر انداختن اونجا. آقا خمینی از سال 1342 و قبلش که با شاه در افتاد، رفتن با همین آقای رفسنجانی که امروز عکس جنازش هم آمده بود، والا این یه جوان بود صورتش، البته باد میکنه آدم وقتی میمیره، بله با همین آقای رفسنجانی، با آقای چمران، با دیگران رفتن دنبال این جنبش گراس روت، اونم نه معمولی، رفتن دنبال یه مثل ارتش، حالا اسمش گذاشتن ارتش آرازی بخت، نمیدونم فلسطین بودن با اونا بودن اینها، اینجوری رفتن، سالها زحمت کشیدن توی این کوه و کمر و گرما و سرما. اگه شما میگی رفتن 150 میلیون دلارم از کارتر گرفتن که کارتر 100 بار گفته اصلا این دروغ محضه، آقا خب شما برو بگیر، شما جنبش رو درست کن، آدمات رو نشون بده. این آقای دکتر آرام حسامی همشهری گل من، خیلی هم آدم شنگولیه، تو برنامه هم همیشه پیلشکن میزنه و میرقصه و آدم خوبی، گفت آقا رفتیم تو دفتر آقای جان کری، نخست وزیر چیز، مأمور وزارت خارجه، وزیر وزارت خارجه آمریکا، گفتیم آقا ما یه گروهی هستیم همه مهندس و دکتر و داریم یه سازمانی را میندازیم، یه موومنتی، یه جنبشی بشه. گفت آقا برید بیرون. گفتم چرا؟ گفت آقا روزی 30 نفر ایرانی میاد اینجا و ما اول نمیدونستیم، هی پول میدادیم بهشون، هفته دیگه میدیدیم پیداشون نیست. نه اگه شما فکر میکنی من درست میگم، خب شما میتونی بیای به مردم بگی که من اینجوری گفتم، ولی بعد که دوستان تماس گرفتن میبینم ما باید بیایم. اتفاقا کتاب ها هست در باره این، اگه اشتباه نکنم یه آقایی هم هست، ریچارد شاه هست، جان شاه هست، اینا رو برای شما میگه چه کار باید بکنی. آقا شما بهترین دوستت رو، من به این آقای فرامرز دادرس گفتم، چیزی که هست اینم کارش خرابه، اگه کارش درست بود باید جواب میداد، گفتم آقا شما یه قلم کاغذ بردار، تمام اینایی که میگن جانم فدای ایران، یواش بکشیش یه کناری، یه کافی هم براش بخر، بگو ببین من با یه دولتی صحبت کردم، اصلا بگو من با دولت اسرائیل صحبت کردم، بگو من با دولت آمریکا صحبت کردم، گفتن پولم بهتون میدیم، فقط باید 10-15 نفر حاضر بشن با من بیان ایران. بنویس بینید سوربی ببین چی بهت میگه. میگه آقا میدونی من جدیدن رفتم یه قرصی شروع کردم، این قرص رو میخورم بذار نتیجهش معلوم بشه بعدم. بعد میگه آقا من 10 باتری خریدم برای دوربین، حیف این باتری ها رو ول کنم تو آمریکا بیام، بذار این باتری ها که تموم شد بهت زنگ میزنم. دوستان این قرص نیست، این بذار من یه تبلیغ مجانی برای اینا بکنم، این اسمش هست چی؟ اینستافلکس. بله چیزایی که فلکسیبلن، اینجوری به فارسی نمیدونم چی میشه، یا خلاصه اینستا یعنی همون اینستنت، یعنی همون لحظه
شما رو خوب میکنه. یادتونه آقای حسن فیروزی یه دارویی درست کرده بود، اینا دارو نیست، سپلمنتال میشه، چیزای اضافی که با خوراک میخوری مثل ویتامین و اینها هست، درست کرده بود اول تو تلویزیون آپادانا، بعدم وقتی اینجا بودن ازشون پرسیدم، گفتم که حالا که تلویزیون آپادانا نیست اگه میخواین درست کنید اینجا بدیم که دوستان حمایت کنن، گفت من چون قولش با آقای ستار دلدار داده بودم بذار با این صحبت کنم، یه چیزی بود زردچوبه و نمیدونم او یکی دیگه چی سینمون دارچین و این چیزا قاطی میکردن، روشی که ایشون درست کرده بود بعد توی مثل نمکدون میفرستاد براتون، شما این رو یه قاشقش رو سالاد رو هرچی میخواستی میریختی ولی مزه بدی میداد. شما زردچوبه اگه یه قاشقش رو بریزی رو سالاد اصلا سالادت میشه تلخ مثل زهر ما. خیلی جالبه، من همون موقع فکر کردم کاش که یک کپسولای خالی باشه آدم بخره کپسول پر کنه، که این میدونید حسن کپسول اینه، کپسول این جنس پلاستیکی حقیقتا اونم از مواد خوراکی درست شده، البته بماند بعضی هاش خود پلاستیک رو میدی بیرون، ولی بعضی هاش این پلاستیک نیست، از مواد خوراکی به این شکل درست شده، شما اونو میریزی داخلش رو اینجوری پرش میکنی میخوری، همون موقع تو دهن تو اینها مزه نمیده، میره توی شکمت، حالا بستگی به این کپسوله و بستگی به اسید معده، بعد از 3 ساعت بعد از 4 ساعت باز میشه دیگه، اون موقع اینقدر ماشاءالله چی خوردی که میره. من اینو بهتون بگم، اینو من بهم دادن برای 2 هفته و الان روز 12 چون 14 تا هنوز 2 تاش مونده، اگر بهتون بگم که چهارشنبه که بعد از برنامه رفتم راه برم، خود به خود شروع کردم به دویدن. سالها بود من نمیدویدم، فکر میکردم که پای چپ من 3 بار جراحی شده درد میکنه و به خاطر اون میترسی. اصلا تعجب کردم، دیدم اولا چه احساس خوبی بهت دست میده، چون قلبت، ضربان قلبت شروع میکنه بیشتر میشه، اکسیژن در بیشتر میگیری و اینها، مواظب باشید دوستان، یه دفعه شروع نکنید مثل آقای کی بود دویست ما کی بود آقای خانندم بود آصف، یه دفعه نخواهید مثل اون بدوید. این دوی که من میگم، حالا لابد یکی هم اگر از دور نگاه میکرد فکر میکرد من گیم مثلا دارم اینجوری اینجوری میرم، دو نبود که، برای من دو بود، برای بچه های جوان تون رابرو بود، یه مسابقه بود رابرو ندو، فیلمش هم هست، خیلی فیلم قشنگی هم هست. در صورت ما دیدیم آقا بعد از 12 روز این خیلی کمک کرد. همون موقع یاد آقای حسن فیروزی افتادم، گفتم کاش که ایشون یه همچین فکری انجام بده، اینا رو کپسول کنه بفرسته، و اینا چون سپلمنتال هستن و چیزای اضافی و ویتامین هستن، لازم نیست با اون FDA، ولی شما می‌نویسی که این برای این خوبه این خوبه اینا. در اصل اینم پیشنهاد من بود و زنگ زدم و از اینا خریدم، اوردر دادم. ای کاش بهشون گفته بودم من تبلیغتون رو میکنم، برای من مجانی بدین، من که دیگه روزی یه قرص بیشتر نمیخورم، روزی یه قرص داداش مجانی بده. دوستان عزیز، امروز با آقای مصطفی زاده هستیم، اجازه بدید که من برنامه ایشون رو مستقل و جدا هم پخش کنم هم ضبط کنم، به همین خاطر 2 دقیقه زودتر از شما خداحافظی میکنم و اگر بهتون بگم 3 ساعت ویدیو داشتم نوشته داشتم که براتون پخش کنم باورتون نمیشه، ولی چه زود میگذره. برای زندگیمون برنامه بریزیم که آخرش که شد نگیم چه زود میگذره، کارامونو انجام داده باشیم، باکت لیستمون خیلی پر نباشه. از یک آیه که شما دوستان عزیز ممنونم، تا 2 دقیقه دیگه دوباره باید یا ریستارت بزنید یا ریفرش کنید، هرچی که بلدید. آقای مصطفی زاده با ما خواهند بود. مرسی.